به لطف و به نرمی عیسی می خواند، گوید نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده می خواند، گوید نزد من بیا، بیا. سلام عزیزان، عنوان مطالعه امروز ما در کلام خدا هست خدا ترسی یعنی چه؟ خدا ترسی یعنی چه؟ آیه کلیدی این مطالعه در کتاب تثنیه فصل 13 آیه 4 هست. دوست خوب من، به نظر شما خدا ترسی یعنی چه؟ وقتی شما میشنوید که باید از خدا ترسید، آیا تصور میکنید که ما باید از خداوند وحشت داشته باشیم و از او دائما در بیم و هراس به سر ببریم؟ عزیزان، حقیقت اینه که اگه ما به عیسی مسیح ایمان نداریم و بدون حضور روح القدس و ایمان به عیسی مسیح زندگی میکنیم، باید هم از خداوند بترسیم و در وحشت قضاوت او به سر ببریم. میدونید چرا؟ چون که ما با خداوند عیسی مسیح زندگی نمی کنیم، به او ایمان نداریم و برای او هم زندگی نمی کنیم. بنابراین حتما در زمانی توسط عیسی مسیح خداوند داوری و برای گناهان خودمون از وی مجازات های الهی او را دریافت میکنیم. اما به این امای مهم توجه کنید، اگه ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان داریم، حال عیسی مسیح تمامی گناهان ما را آمرزیده، ما را به عنوان فرزند خوانده به خانواده الهی خود برگزیده و خداوند خالق ما، پدر آسمانی مهربان ماست. عزیزان، بنابراین دیگه هیچ دلیلی برای این که ما از خداوند وحشت داشته باشیم و از او در بیم و هراس دائم زندگی کنیم وجود نداره. عزیزان، چون خداوند عیسی مسیح به خاطر ایمان ما به وی گناهان ما را آمرزیده و به ما حیات نوع ابدی در نزد خودش در بهشت عطا فرموده، بنابراین ما هم باید از او به خاطر این لطف و رحمت و فیض بیمانندی که به ما عطا فرموده از او قدردانی کنیم. دوست خوب من، ما باید برای قدردانی از محبت، رحمت و فیض بیمانندی که عیسی مسیح به ما عطا فرموده نسبت به او تواضع، تکریم، فروتنی و احترام بسیار زیادی قائل باشیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا قبل از ادامه این مطالعه در کلام خدا و شناخت صحیح از مفهوم خدا ترسی با هم دیگه دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو سپاسگزاریم که برای مطالعه کلامت و درس تازه یاد گرفتن از خود فرصت دیگری به ما عطا فرموده ای. پدر جان، به ما کمک کن تا از تو یاد بگیریم مفهوم صحیح خدا ترسی یعنی چه. دوستت داریم خداوند و سپاسگزاریم که تو هم ما را دوست داری و به دعاهای ما گوش می دهی و به ما تعلیم می دهی.
در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. عزیزان، در ادامه این مطالعه من به طور خیلی مختصر به 5 قسمت از کلام خدا که در مورد مفهوم خدا ترسی برای ما درس‌هایی در خود نهفته دارند را اشاره میکنم و خدمت شما معرفی میکنم. 5 قسمت از کلام خدا که راجع به خدا ترسی به ما درس یاد میدن. اول، نمونه اولی که کلام خدا در مورد خدا ترسی به ما درس میده را عزیزان در تثنیه فصل 13 آیه 4 مطالعه میکنیم که آیه کلیدی این مطالعه هست. در کلام خدا در کتاب تثنیه فصل 13 آیه 4 میخوانیم که فقط از خداوند خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را به جا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید. آمین. عزیزان، پس میبینیم که کتاب مقدس به ما امر میکنه که فقط از خداوند پیروی نماییم، فقط از او اطاعت کنیم، فقط اوامر او را به جا بیاوریم و فقط او را پرستش کنیم و از او جدا نشویم. عزیزان، ما تنها در صورتی میتونیم این خواسته خداوند رو از خودمون انجام بدیم که خدا ترس باشیم، یعنی برای او احترام قائل باشیم و هر روز با او و برای او زندگی کنیم. عزیزان، دعا میکنم که همه ما خدا ترس باشیم و هر روزه برای خداوند احترام قائل بوده و هر روزه با او و برای انجام اراده خاص الهی او زندگی کنیم. دوم، نمونه دومی که کلام خدا در مورد خدا ترسی به ما درس یاد میده را در مزمور 147 آیه 11 مشاهده میکنیم. مزمور 147 آیه 11، این آیه میفرماید خوشنودی او، منظور خداونده، خوشنودی او از کسانی است که او را گرامی می‌دارند و به رحمت وی امید بسته‌اند. آمین. عزیزان، ما زمانی فیض و برکات الهی خداوند را از او دریافت می‌کنیم که به او احترام گذارده و او را گرامی بداریم. دعا میکنم که همه ما فروتنان عزیزان نه تنها به خدا ایمان داشته باشیم، بلکه هر روزه به او احترام بگذاریم و خداوند خالقمان، منجیمان، نجات دهندهمان، پدر آسمانیمان را گرامی بداریم. سوم، نمونه سومی که کلام خدا در مورد خدا ترسی به ما درس یاد میده را در مزمور 33 آیه 8 مطالعه می کنیم. این آیه می فرماید ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید. آمین. عزیزان، پس می بینیم که این قسمت از کلام خدا، مزمور 33 آیه 8، هم به ما یاد می ده که خواسته خداوند از تمامی انسان‌ها اینه که چی؟ او را حرمت بدارند و از او اطاعت کنند. چهارم، نمونه چهارمی که کلام خدا در مورد خدا ترسی به ما درس یاد میده را در رومیان فصل 3 آیه 18 مشاهده می‌کنیم. این آیه می‌فرماید احترام و ترس خدا جایی در قلبشان ندارد. آیه خیلی رک و واضحیه که شخصیت انسانها را امروزه به خودشون نشون میده. آیه خیلی واضح میگه که چی؟ میگه احترام و ترس خدا جایی در قلبشان ندارد. کسانی که به عیسی مسیح احترام نمیگذارند، به او ایمان نمیارند. عزیزان، خداوند در این آیه به ما یادآور میشه که امروزه بیشتر انسان‌ها از او ترسی ندارند، به او احترام نمیگذارند و او در قلبشون جایی نداره. متاسفانه امروزه بیشتر مردم به خداوند و خواسته‌های وی احترامی نمیگذارند،
چون که فکر میکنن احترام گذاردن به خدا و انجام خواسته های الهی او از اونها مانع لذت بردنشون از زندگی میشه. عزیزان، همچنین بسیاری دیگه از مردم به خداوند احترام نمیگذارند و از او ترسی ندارند، چون که نمیخوان خداوند گناهان اونها را بهشون نشون بده. پنجم، نمونه پنجمی که کلام خدا در مورد خدا ترسی به ما درس یاد میده را در کتاب فیلیپیان فصل 2 آیات 9 تا 11 مشاهده میکنیم. این قسمت از کلام خدا میفرماید: به همین جهت، منظور به جهت فروتنی عیسی مسیح عزیزان، کلام ادامه میده، خدا او را بی نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است، تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. آمین. عزیزان، این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده که اگرچه در حال حاضر بیشتر مردم دنیا متاسفانه خداوند را نمیپذیرند یا نسبت به او بی‌اعتنا هستند، اما زمانی میاد که هر زانوی در مقابل خداوند خم میشه و هر زبانی اعتراف میکنه که چی؟ عیسی مسیح خداونده. عزیزان، کسانی که امروز خدا را رد میکنن، نسبت به او بی‌اعتنا هستند، به او احترام نمیگذارن و ترسی از او ندارند، هرگز رستگار نمیشند و به بهشت خداوند راه نخواهند یافت. کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان نمیارند، نسبت به او بی‌اعتنا هستند و به وی احترام نمیگذارند، توسط خود عیسی مسیح به خاطر اعمال گناه‌آلودشون روزی داوری خواهند شد. عزیزان، در این قسمت از مطالعه به این سوال پاسخ میدم که چرا ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؟ عزیزان، بر اساس آموزه‌های کلام خدا در ارتباط با این موضوع بسیار مهم، من 11 پاسخ را انتخاب کردم که خدمت شما معرفی میکنم. به طور خیلی خلاصه میخواییم به این سوال که چرا ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، بر اساس آموزه‌های کلام خدا 11 جواب پیدا میکنیم. 1. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی خواسته خود خداوند از ماست. خواسته خود خداوند از ما چیه؟ تا ما ایمانداران به عیسی مسیح خدا ترس باشیم. باز تکرار میکنم، نه اینکه ما دائم در بیم و هراس و وحشت از خداوند به سر ببریم، بلکه در احترام از ابهت، در احترام و قدردانی از فیض و محبتی که نسبت به ما روا داشته. این ترس فرق میکنه با ترسی که عزیزانی که به هر دلیل به عیسی مسیح ایمان ندارند باید از او داشته باشند. ترسی که بی ایمانان به عیسی مسیح دارند بجاست، چون که روزی توسط او داوری میشن. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح از خداوند میترسیم، بدین معنا که برای او احترام قائل هستیم. پس دلیل اولی که چرا ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم چی بود؟ برای اینکه خواسته خود خداوند از ما اینه که خدا ترس باشیم. این مهم را عزیزان ما در آیه کلیدی این مطالعه در تثنیه فصل 13 آیه 4 مطالعه کردیم. این آیه به ما یاد داد که فقط از خداوند خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را به جا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید. آمین. این خیلی دستور واضحیه که خداوند میگه چی؟ میگه فقط از خداوند خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید،
اوامرش را به جا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید. 2. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی موجب به دست آوردن حکمت و معرفت برای ما میگرده. خدا ترسی موجب به دست آوردن حکمت و معرفت برای ما ایمانداران به عیسی مسیح میگرده. در کلام خدا در امثال فصل 1 آیه 7 میخوانیم که نخستین قدم برای کسب دانش خدا ترسی است. کسی که حکمت و ادب را خار میشمارد احمق است. یه بار دیگه این آیه را خدمت شما تکرار میکنم. نخستین قدم برای کسب دانش چی عزیزان؟ خدا ترسی. منظور از دانش این نیست که ریاضیات، زیست شناسی، فیزیک و علوم را یاد بگیریم. دانش منظور همان معرفت و حکمت الهیه که خداوند به ما عطا میکنه. کلام ادامه میده، میگه کسی که حکمت و ادب را خار میشمارد احمق است. عزیزان لطفاً دقت بفرمایید، حکمت الهی خداوند با دانش دنیوی کاملاً متفاوته. حکمت الهی را فقط خود خداوند به ما ایمانداران به عیسی مسیح عطا میکنه. در ضمن کسب دانش دنیوی حتماً موجب شناخت صحیح از خداوند و آمرزش گناهان کسی نمی‌شود. 3. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی ما را خردمند، با تدبیر و دانا می‌گرداند. خدا ترسی ما را خردمند، با تدبیر و دانا می‌گرداند. عزیزان در امثال فصل 9 آیه 10 می‌خوانیم، زیرا خدا ترسی اساس حکمت است و شناخت خدای مقدس انسان را دانا می‌کند. آمین. 4. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی بدی را از ما دور نگه می‌دارد. عزیزان خدا ترسی بدی رو از ما ایمانداران به عیسی مسیح دور نگه می‌داره. در کتاب امثال فصل 16 آیه 6 می‌خوانیم، درست کار و با محبت باش که خدا گناهانت را خواهد بخشید. از خدا بترس که بدی از تو دور خواهد شد. آمین. دوست خوب من لطفاً خوب دقت بفرمایید، احترام ما به خداوند و اشتیاق برای تکریم و اطاعت از وی موجب افزایش اشتیاق برای نیکوکاری و دوری از گناه میشه. یه بار دیگه این نکته مهم را یادآور میشم، احترام ما به خداوند و اشتیاق برای تکریم و اطاعت از وی موجب افزایش اشتیاق برای نیکوکاری و دوری از گناه برای ما میشه. دعا میکنم که همه ما خداوند را احترام بگذاریم، به او تکریم بگذاریم، تا این امر موجب افزایش اشتیاق برای نیکوکاری در طول عمرمون برای خداوند بشه و ما را از گناه دور نگه داره. 5. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی موجب سلامتی بدن ما خواهد گردید. خدا ترسی موجب سلامتی بدن ما خواهد گردید. باز در کتاب امثال در فصل 3 آیات 7 و 8 می‌خوانیم، به حکمت خود تکیه نکن، بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن، و این مرهمی برای زخم‌هایت بوده و به تو سلامتی خواهد بخشید. آمین. عزیزان بدنهای فیزیکی ما ایمانداران به عیسی مسیح معبد حضور روح القدس شخصیت روح مقدس خداونده. بنابراین ما باید از بدنهای خودمون به بهترین نحو ممکن مراقبت کنیم. به علاوه
وقتی ما در خدا ترسی دور از گناه زندگی می کنیم، دیگه اثرات مخرب گناهی نیز وجود نخواهند داشت تا بدن ما را فاسد یا مریض کنند. برای مثال، وقتی ما خوب بخوابیم، خوب بدنمون رو تغذیه کنیم، بدن ما سالم میمونه. به این طریق ما به روح القدس، روح مقدس خداوند احترام گذاردیم و جایگاه مناسبی برای او نگه داشتیم. یا وقتی از مواد، از داروهای بد، از مشروب دوری میکنیم، اونطوری هم بدنمون رو سالم نگه میداریم و به اون طریق هم از این معبد، از این مسکن حضور روح القدس به خوبی محافظت کرده ایم. 6. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی موجب اعتماد به نفس و تکیگاه قابل اعتمادی برای ما خواهد بود. خدا ترسی چیکار میکنه؟ موجب اعتماد به نفس و تکیگاه قابل اعتمادی برای ما خواهد گردید. این مهم را در کتاب امثال فصل 14 آیه 26 یاد میگیریم. این آیه میفرماید: کسی که از خداوند میترسد تکیگاه محکمی دارد و فرزندانش در امان خواهند بود. آمین. عزیزان، شجاعت برای خدمت به خداوند تنها با برخورداری از اعتماد به نفس و تکیه‌گاهی که خود وی برامون مهیا میکنه امکان پذیره. دقت کنید، هرچه ما نسبت به خداوند احترام بیشتری قائل باشیم و بر او تکیه کرده باشیم و با خدا ترسی زندگی کنیم، او نیز در و توسط ما بیشتر و بیشتر عمل میکنه. اجازه بدید تا این نکته بسیار مهم را یک بار دیگه تکرار کنم. عزیزان، هرچه ما برای خداوند احترام بیشتری قائل شده، بر او تکیه نموده و با خدا ترسی زندگی کنیم، او نیز در و توسط ما بیشتر و بیشتر عمل میکنه. 7. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی چشمه حیات ما میگرده. خدا ترسی برای ما ایمانداران به عیسی مسیح چشمه حیات میگرده. در امثال فصل 14 آیه 27 میخوانیم: خدا ترسی چشمه حیات است و انسان را از دامهای مرگ دور نگه می دارد. آمین. خدا ترسی چشمه حیات است و انسان را از دامهای مرگ دور نگه می دارد. عزیزان، وقتی ما به خداوند احترام گذارده و هر روزه در خدا ترسی زندگی می کنیم، اون وقت برامون آسون می شه بپذیریم که خداوند در کنترل کامل تمامی جوانب زندگی ما هم هست. خداوند از ما مراقبت میکنه، خداوند کمکمون میکنه تا بتونیم در اراده الهی او شاد و موفق زندگی کنیم. همچنین هرچه ما بیشتر به خداوند احترام گذارده و در خدا ترسی زندگی کنیم، روح القدس نیز میوه های روحانی خودش را بیشتر در ما پرورش میده. عزیزان، ما با میوه های روحانی که روح القدس در ایمانداران به عیسی مسیح به بار میاره، در کلام خدا در کتاب غلاطیان فصل 5 آیه 22 آشنا میشیم. این آیه معروف میوه های روح القدس را به ما میشناسونند. در این آیه میخوانیم: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به بار خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. آمین. خدا را شکر. عجب میوه های پرباری، عجب میوه های ثمر بخشی. 8. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که
آنگاه خداوند آرزوهای موافق با اراده خود را برآورده خواهد فرمود. دوست خوب من، در کلام خدا در مزمور 145 آیه 19 می‌خوانیم که خداوند آرزوی کسانی را که او را گرامی می‌دارند برآورده می‌سازد و دعای آنها را شنیده ایشان را نجات می‌بخشد. آمین. خداوند آرزوی کسانی را که او را گرامی می‌دارند برآورده می‌سازد و دعاهای آنها را شنیده ایشان را نجات می‌بخشد. دوست خوب من، اگه ما در اراده خداوند با احترام کامل به وی در خدا ترسی زندگی کنیم، آنگاه او دعاهای ما را خواهد شنید و اشتیاق دل ما را نیز برآورده خواهد فرمود. لطفاً دقت بفرمایید، این بدین معنا نیست که ما هرچه دلمون میخواد میتونیم از خداوند درخواست کنیم و خداوند نیز حتماً به درخواست ما از او پاسخ مثبت میده. دوست خوب من، ترس از خدا موجب میشه تا ما همیشه چیزهایی را از او درخواست کنیم که موجب خوشنودی وی و نهایتاً جلال نام او میشن. وقتی ما رضایت، خوشنودی و جلال نام خداوند در میان تمامی انسانها را خواهان باشیم، اون وقت او نیز آرزوی دل ما را مطابق با خواسته الهی خودش در بهترین زمان الهی خود و به بهترین روش الهی خودش به ما میبخشه. در مزمور 37 آیه 4 میخوانیم با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. آمین. با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. عزیزان، به طور خیلی مختصر با خدا خوش باش به این منظوره که اوامر خدا را انجام بده. فروتن باش، خدا ترس باش، به او احترام بگذار، به او اولویت اول را در زندگی بده. همیشه به یاد او باش. تا چی؟ تا او آرزوی دلت را موافق با خواست الهی خودش در زمان الهی خودش به روش الهی خودش به ما عطا کنه. 9. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی ما را از خطرات این جهان حفاظت میکنه. خدا ترسی ما ایمانداران به عیسی مسیح را از خطرات این جهان محافظت میکنه. عزیزان، در کلام خدا در مزمور فصل 34 آیه 7 میخوانیم که فرشته خداوند دور آنانی که از خداوند میترسند و او را گرامی میدارند حلقه میزند و ایشان را از خطر میرهاند. آمین. چه آیه امید بخشی. یه بار دیگه دقت کنید، فرشته خداوند دور آنانی که از خداوند می ترسند و او را گرامی می دارند حلقه می زند و ایشان را از خطر می رهاند. آمین. چه موهبت بزرگی به ما ایمانداران به عیسی مسیح عطا شده. عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما در صورت احترام ما به او و زندگی روزانه در اراده الهی وی حتما ما را از خطرات این دنیا محفوظ نگه می‌داره. برای درک بهتری از این مهم، من پیشنهاد می‌کنم مزمور 91 در کلام خدا را مطالعه بفرمایید. من به خاطر کمبود وقت از خواندن این مزمور خودداری می‌کنم، ولی قویاً شما را تشویق می‌کنم تا مزمور 91 را مطالعه بفرمایید تا ببینید چقدر زیبا خداوند به ما میگه که ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما که در خدا ترسی و اطاعت و احترام از او زندگی میکنیم، ما را از خطرات این جهان محافظت میکنه. 10. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم، چون که خدا ترسی به ما حیات میبخشه. عزیزان، خدا ترسی به ما حیات میبخشد.
در امثال فصل 10 آیه 27 می‌خوانیم: خدا ترسی سالهای عمر انسان را زیاد می‌کند، اما شرارت از عمر او می‌کاهد. آمین. دوست عزیز من، منظور از حیات در این آیه فقط حیات جسمانی چندین ساله بر روی این کره زمین نیست، بلکه منظور احیای حیات روحانی ماست. عزیزان، امروزه بیشتر مردم جامعه های ما در جستجوی آرامش و شادی و خوشی هستند، اما متاسفانه در مسیر اشتباهی برای رسیدن به اونها از خداوند بیشتر و بیشتر دور میشن. یعنی از تنها کسی که میتونه آرامش، شادی و خوشی پایدار واقعی را به اونها عطا کنه. دوست خوب من، ترس از خدا نهایتاً موجب دریافت برکات الهی فوق تصور ما از او خواهد شد. تکرار میکنم، ترس از خداوند نهایتاً موجب دریافت برکات فوق تصور ما از او خواهد شد. عزیزان، زیرا تنها خداوند پرفیض، پرمحبت و رحمته که همه چیز را آفریده و در حکمت و توان الهی خودش به صلاح دید خودش به ما عطا می کنه. و بالاخره آخرین و 11 دلیل این که چرا ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم اینه که چون که خدا ترسی به ما عمر طولانی عطا می کنه. خدا ترسی به ما عمر طولانی عطا می کنه. در ارتباط با این مهم در امثال فصل 10 آیه 27 می خوانیم: خدا ترسی سالهای عمر انسان را زیاد می کند، اما شرارت از عمر او می کاهد. آمین. عزیزان دقت بفرمایید، کسانی که زندگی خودشون را در احترام به خدا و خدا ترسی سپری می کنند، حتی اگه سالهای کوتاهی هم بر روی این کره زمین زنده باشند، اون زندگی کوتاه اونها غنی از آرامش، شادی و برکات الهی خداونده که تجربه می کنند. اما کسانی که دور از خدا و در گناه زندگی می کنند، حتی اگه سالهای درازی هم بر روی این کره زمین زنده باشند و زندگی کنند، هرگز آرامش، شادی و برکات الهی خداوند را نخواهند چشید. دقت بفرمایید، خدا ترسی موجب میشه تا ما خداوند را به خوبی بشناسیم و به او قلباً ایمان بیاریم. در این صورت خداوند گناهان ما را میبخشه و به ما حیات نو ابدی در نزد خود در بهشت عطا میکنه. عزیزان، عاقلانه ترین تصمیمی که ما میتونیم در طول زندگی زمینی خودمون اتخاذ کنیم اینه که هر روز خدا را بهتر و بهتر بشناسیم و در خدا ترسی زندگی کنیم. دوست خوب من، این یعنی به خدا ایمان بیاریم و در هر روز زندگیمون او را ارج بگذاریم، یعنی از خداوند اطاعت کنیم و یعنی اینکه همواره نام او را برافرازیم و همیشه در هر شرایط زندگیمون خداوند را با تمام وجودمون ستایش کنیم. خب عزیزان، به پایان مطالعه‌مون میرسیم. در پایان این مطالعه در کلام خدا اجازه بدید تا از شما چند سوال بپرسم. دقت بفرمایید. دوست خوب من، با توجه به اون چه که امروز در مورد خدا ترسی از کلام خدا یاد گرفتیم، آیا حالا شما میتونید مفهوم صحیح خدا ترسی را بر اساس آموزه‌های کلام خدا توصیف بفرمایید؟ سوال دوم من اینه که آیا به نظر خودتون شما یک ایماندار خدا ترسی هستید؟ سوال سوم، آیا دیگران میتونن با دیدن زندگی شما شخص خدا ترسی را ببینند؟ سوال چهارم من اینه که
آیا میتونید به یاد بیارید که در صورت خدا ترسی او چه برکاتی را به شما عطا میکنه؟ سوال پنجم من اینه که آیا میدونید چه موانعی موجب میشن تا ما نتونیم در خدا ترسی زندگی کنیم؟ سوال ششم من از شما اینه که آیا شما از وجود هیچ کدام از این موانع در زندگی خودتون آگاهی دارید؟ سوال هفتم من اینه که اگه جواب شما مثبته، برای رفع اون مانع یا موانع دارید چه اقداماتی انجام میدید؟ عزیزان، دعا میکنم که همه ما هر روزه در شناخت بهتر از خداوند عیسی مسیح کوشا باشیم. دعا میکنم تا همه ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودمون ایمان بیاریم. دعا میکنم که همه ما از صمیم قلب در خدا ترسی واقعی هر روزه با عیسی مسیح و در اراده الهی او زندگی کنیم. آمین. خدا را شکر دوستان. خدا را شکر میکنم به خاطر مطالعه امروزمون در کلام خدا. امیدوارم که این مطالعه موجب برکت شما بوده باشه و خدا ترسی واقعی را به شما یاد داده باشه. عزیزان، چنانچه با شنیدن این مطالعه برای شما سوالات محترمی به وجود آمده، خوشحال میشم تا از شما بشنوم تا بتونم در فرصت مناسب به سوالات شما پاسخ بدم. همینطور چنانچه در طول این مطالعه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. در پایان با سپاس از تمامی شما که در طول این مطالعه با من همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از خداوند فیض و رحمت و محبت عیسی مسیح، آرامش الهی او همواره با شما. آمین.